به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان. امیدوارم هر جا هستین حالتون خوب باشه و خیلی هم ممنون و متشکریم که با نظرها، پیشنهادها و البته انتقادهای سازندتون سرخط رو همراهی میکنین. آقا این ویدیو رو با یه خبر و یه سری تصاویر فضایی خاص و درجه یک شروع میکنیم. میدونین دیگه این ماهواره نورسه همونقدر که برای ایران و سپاه کاربرد داره، همونقدرم برای خود تحقیرها و وطن فروشا درد داره. خب فعلا این تصاویر رو از پرتاب ماهواره نورسه توسط ماهواره بر قاصد با هم دیگه تماشا کنیم و کیف کنیم. همزمان با منتشر شدن این ویدیو زیبا، حسن سالاریه ریاست سازمان فضایی هم با تایید کردن صحبت‌های سردار حاجی‌زاده اعلام کرد که در یک یا دو سال آینده ماهواره‌های در صف پرتاب با دقت‌های حدود 4، 5 و 3.5 متر به فضا فرستاده خواهند شد و قرارداد ماهواره‌های با دقت 2 و 2.5 متر برای آینده نزدیک بسته شده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال 1404 به دقت 1 متر هم دست پیدا کنیم. حال پرتاب موفقیت آمیز ماهواره نورسه به نوعی کلاس ماهواره های نانو یا ماهواره های فوق سبک که در واقع بتونه با دقت مالا مطلوبی تصویر برداری بکنه توی این خانواده، یک گام بسیار مؤثر برداشته شد. ما در آینده نزدیک، همونطور که در گذشته هم بارها در جای مختلف اطلاع رسانی شده، رسیدن به دقت های تصویر برداری 2 متر، 2.5 متر، 4 متر توی برنامه هستش. قراردادش منعقد شده، در حال کار و تحقیقات هستیم و انشاءالله پیشبینیمون این هستش که ما تا انتهای 1404 بتونیم در حوزه دقتهای با هلوهوش 1 متر هم در واقع قدم های بسیار مؤثری برداشته بشه و حداقل از فاز تحقیقاتش رو به جد شروع بکنیم. ما در آینده نزدیک پرتاب های متعددی از ماهواره های با دقتهای هلوهوش 4، 5 و 3 رو انشاءالله خواهیم داشت که حالا در سالهای آتی انشاءالله این اخبار خوب به گوش مردم هم میرسه. در زمین زیر ساخت هم به همین صورت پیشرفت‌های خیلی خوبی داشتیم. زیر ساخت‌های در واقع تجمیع و تست ماهواره‌ها توی اجرام بالا، برنامه بسیار مفصلی رو طبق برنامه 10 ساله فضای کشور داریم. در پایگاه فضایی هم به همین صورت. آینده نزدیک یعنی چقدر؟ ما در ظرف در واقع 1-2 سال آینده ماهواره هایی که همین الان در صف پرتاب داریم با دقت های هلوهوش 5 متر و دقت های بهتر 4 متر و 3.5 متر تو برنامه داریم که یا در حال ساخت هستن یا در صف پرتاب قرار گرفتن که انشالله پرتاب میشن. و البته خب ماهواره هایی هم از سالهای گذشته داشتیم با دقت های هلوهوش 15 متر که در صف پرتاب الان قرار گرفتن، منتها به دلیل جرم بالاتری که دارن طبیعتا توسط پرتابگر قاصد و این خانواده قابلیت پرتاب نداشتن. اما به زودی انشالله با اون تثبیتی که در لایه لو اتفاق بیفته در برای اجرام بالاتر، این اتفاق مهم هم برای کشور رقم میخوره. همزمان که ایران داره اینجوری مرزهای دقت و پرتاب ماهواره ها رو جابجا میکنه و در حال تکمیل منظومه ماهواره تمام ایرانی هست، اپوزیسیون و سلطنت طلبا و البته اصلاح طلبا دارن میکوبن تو سر و کله هم دیگه. این توییت رو داشته باشین، براندازا رفتن توییت 2013 رو به پهلوی رو پیدا کردن و دارن بهش حمله میکنن، میگن که چرا مثل ما فحاشی نمیکنی و رهبر ایران رو در یک نامه رسمی سیاسی جناب به آیت الله خطاب کردی. آقا رضا الحق که مریدات مثل خودت مغز ندارن. حالا این شاهکارم از این براندازه ببینیم. یارو نوشته که جدی ژلوفن ایران توش چی داشت؟ هیچ مسکن دیگه ای نتونستم پیدا کنم با اون قدرت تا الان. حالا این که خب نظرش رو گفته دیگه، اما از این جواب باور کنین من یه لحظه اینو دیدم شوک شدم، به تهیه کننده نشون دادم، اون که اصلا محل رو ترک کرد. نوشته که تو ایران چون درد زیاد میکشی تاثیر قرصا بیشتر معلوم میشه. آخه لام از سب واسه قرص خارجی هم ماله میکشی بابا، خود غربی ها راضی نیستن با این قدرت ماله کشی کنی. واقعا نمیدونم چی بگم. بگذریم این خبر فوری رو سریع اطلاع رسانی کنیم تا
باز این جماعت نگفتن که اسرائیل یا آمریکا موشک پرت کرده ایران، هرچند که همین الان هم دارن مزخرف سر هم میکنن. آتش سوزی در انبار پلاستیک سازمان انرژی. وزارت دفاع در این راستا اعلام کرد که این آتش سوزی ساعتی قبل در زمانی که گروه پیمانکاری در حال پاکسازی و تخلیه نخاله ها و ضایعات آتش سوزی قبلی بودن رخ داده. در اولین لحظات تیم‌های آتش نشانی به سرعت در محل حضور یافته و آتش مهار شد. این حادثه تلفات جانی هم نداشته. سخنگوی آتش نشانی این منطقه هم در مورد جزئیات این آتش سوزی گفت: 15:34 دقیقه ظهر امروز یک مورد آتش سوزی در یک انبار در بزرگراه سعد بعد از میدان نوبنیاد اعلام شد. 5 ایستگاه آتش نشانی در محل در حال حاضر هستند. در کمترین زمان ممکن خودشون به محل رسوندن. این محل همون جایی که در 12 روز قبل هم البته گفتن بیشتر بود، دچار آتش سوزی شده بود. انباری بود که بیشتر لوازم فروشگاهی مثل ارزاق و بخشی هم مواد پلاستیکی و پالت‌های چوبی وجود داشت که بخشی زیادی از انبار در تمیز گذشته اون آتش سوزی سوخته بود. زن گفته اینجا بود که سقف‌ها کاملا تخریب شده. این چند روز ظاهرا کارگران مشغول تخریب کردن ستون‌های تخریب شده و سقف‌ها بودن که قصد داشتن اینجا رو کاملا تخریب و جمع‌آوری بکنن، اما از اینجایی که اجناس سوخته شده بخش زیادی هنوز در همون محل باقی مونده بود، کارگران به هنگام برشکاری با بی‌احتیاطی که مرتکب شدن قبل از اینکه اجناس سوخته رو جابجا بکنن، و همون وضعیت مشغول برشکاری و فرزکاری بودن و ریختن مذابه های حاصل از برشکاری و فرزکاری بوده همون اجناس مجددن باید شده که اون اجناس سوخته مجددن شعله بر بشه، و چون اجناس اولیه غالبا پایه پلاستیکی داشتن، خب کربن موجود در اون باعث متصاعد شدن دود زیادی شده بود. وسط این حریق چیزی حدود 500-600 متر در حال حاضر نیروهای ما در محل هستن، حریق تحت کنترل هست. خدا رو شکر با فرمانده که چند دقیقه صحبت میکردم مورد مسئولیت تلفات جانی ندارن و کماکان مسئول عملیات هستن که از اجزا بتونن عملیات کاملا اتفاق کنن. اما چون زیر سقف‌های تخریب شده هست که نظر کنار زدن سقف و دسترسی به خود کانون‌های آتش سوزی یه خود کار رو سخت میکنه، ولی هیچ جای نگرانی وجود نداره. از وقتی که همکاران در محل میرسن یه اجازه گسترش و سرایت و اصلاف رو نیستن انگرد کار هموطنان راحت. فقط یه دود شدیدیه، اونم حاصل سوختن پلاستیکه دیگه، درسته؟ بله همینه، چون مواد موجود در اون غالبا پلاستیکی بوده. الان هم که این اجناس سوخته شده و کربنش مونده و اینا دوبارهش مورد بر میشه، خب دودش قریب‌تر هستش که فقط هم باعث به خاطر سوختن اجناس هستش و علت دیگه نه. دوستان این ویدیو رو سریع واسه آشناهاتونم بفرستین تا در دام اراجیف اون جماعت نیفتادن. خب دوستان، مثل اینکه یک کلیپ و یه افشاگری خیلی داغ داریم. محمد منظرپور، سردبیر سابق بی بی سی و اینتر آشغال، یه چیزایی در مورد این شبکه لو داده و گفته که مدیریت اینتر آشغال از سعودی ها به اسرائیل انتقال یافته. به نظر من میرسه یه زدوبندی تو انتشار این افشاگری وجود داره. به طور کلاسیک یه سایکس آپس آپریشن موساده که داره دیتا دامپینگ میکنه، اون اطلاعات سوخته‌ای که داره رو داره استفاده میکنه برای برکشیدن یک رسانه خاص، رسانه‌ای که الان اعتبارش رو به شدت از دست داده. چرا منشأ درز این خبر ایران اینترنشناله؟ اون آقایی که این خبر رو در ایران اینترنشنال کار کرده قبلا تو رویترز بوده. خب مسلما رویترز ریچش از آقای شرف الدین خیلی بیشتره. چگونه است که رویترز پیکاپ نکرده، ای پی پیکاپ نکرده، هیچ کدوم رسانه های حتی دیگه رسانه های خیلی مثلا رادیکال، محافلی که به شدت مخالف مذاکرات هسته‌ای هستن، به شدت مخالف مذاکرات هسته‌ای هستن، در رأس اونا که آقای پامپئو دستبوس خانم مریم رجوی. شما ببینین که خفت و خاری و بایکوت این شبکه دریپی توسط مردم چقدر بوده که به موساد پناه آوردن، اونام این خبر رو دادن بهش کار کنه. در نهایت اینها هدفشون این بوده که ایران اینترنشنال رو از زیر این موج منفی بایکوت و اینکه بسیاری از در واقع چهره‌های شاخص ملی حاضر نیستند که در ایران اینترنشنال برن، خواستن این رسانه رو از زیر ضرب بیارن بیرون. انتقال دوباره ایران اینترنشنال به لندن هم یک تغییر و تحول مدیریتی از سعودی‌ها به اسرائیلی‌ها، و این تحلیل کلی منه. خانم آقایون، ما در یه وضعیت خطرناکی قرار داریم. وحشت داریم. یعنی
در یه شرایطی قرار داریم که برخی از رسانه ها این موقعیت رو پیدا کردن که بتونن جامعه رو به هر سمتی میخوان بکشونن. آش به قدری شور شده که صدای آشپز هم در اومده. شهرام همایون با این سابقهش داره همچین حرفی میزنه. دیگه شما خودتون درک کنین که عمق فاجعه چقدره. نظرتون رو در این راستا برامون کامنت کنین. تو برنامه‌های آینده که صدای این افشاگری بیشتر در میاد در مورد صحبت میکنیم. و اما در انتهای این ویدیو بریم یک کلیپ کوتاه اما خفن ببینیم از عملیات ماموران نوپو، یگان ویژه برای دستگیری قاتل متواری دو پلیس، یک عملیات منسجم. خیلی ممنون و متشکرم عزیزان که تا انتها با ما همراه بودین. لطفاً لایک و سابسکرایب ها فراموشتون نشه و سعی کنین این ویدیو رو واسه دوستاتون هم بفرستینش. تا یه ویدیوی دیگه در پناه حق باشین.